آخر هر قسمت پاراشا یه داستان ازش میاره، میگه و این داستاناش از راننده هاش هستن، از کسی که باهاش میرفتن این برانبر. میگه یه مرتبه که من زاخیتی لحسیت آرون هکتورا، یعنی منظورش به ابرجله، میگه مثل آرون هکودش میمونه. میگه موقعی یه مرتبه داشتن میبردمش اینو مورد مربینو، کجا داشتم میبردمش برای اینکه مزوزا بذاره، یعنی خنوکت برای خونه یه نفر یهودی یا کار تو شهر یبنه، برای یبنه. میگه توی داشتیم رفتیم توی راه زنگ میزنه اون طرف و میپرسه، میگه آردی شما یار آن دی وی؟ بعد میگه میان آره. بعد میگه آره آردی تو یار آن دی وی؟ بعد میپرسه میگه به خودتون مزوزا آوردین؟ یو هاف مزوزا؟ میگه نمیدونم چی بهش بگم. میگه از رب پرسیدم که آیا مزوزا آوردی؟ بعد میگه مزوزا باید خودش طرف داشته باشه. میگه بعد میپرسه مزوزا آوردی؟ رب هم میگه بهش بگو که آره با خود ما مزوزا میاریم. و رب میپرسه میگه ازش پرس چند تا مزوزا میخواد؟ بعد جواب میده میگه 5 تا مزوزا. میگه اوکی، به پایان رسیده شو اینا. میگه بعد از این میگه رب ورجل خندید و گفت، میگه من نمیدونم چرا آدما خیال میکنن که تو ما تو بیت مدراشمون مزوزا درست میکنیم. مزوزا مینیسیم میتری مزوزا. میگه مزوزا این خوبای که صاحب خونه است و نه خوبای رب که بیاد براش مزوزا رو بزنه. میگه ازش خواسته بود که مزوزاشون بزنه، میگه ولی بیاد مزوزا بعد من بیارم. میگه بعد بعدون بخره. میگه حتی خنده اینو گفت و میگه ولی نه به که مسخرش بکنه، بگو به تمیموت، رو تمیموتش، یعنی اون که چقدر آدمای ساده هستن، آدمایی که فکر می‌کنن که راوم باش با مزوزا میادش راوه. میاد بعد بهش میگه نو، حالا باعثی بریم مزوزا بگری پیدا کنی براش. بهش میگه میگه راهده بهش میگه خب ماوسیم چیکار کنی؟ میگه قبل از که رسیدن به اشدود بهش میگه بهش لفنش گنول اشدود رب رب اوکی. میگه قبلش میگه به من میگه بریم توی اشدود یه جایی، هم یه قبل از که بریم توی یبنه، ببخشید تو شهر یبنه منظورش اینجا پرینت آی تینک. میگه به من میگه بریم توی شهر اشدود. میگه رفتیم اونجا توی یکی از این خیابونا که اصلا این خیابونه به نظر نمی اومد منطقه مذهبی باشه که مثلا مزوزا بفروشن و جودایکا اینا باشه. میگه شخونه خریدی نبود، میگه یه خیابونه معمولی. و میگه به من که پروی یه پیتزا شاپ اونجا استاب کنم، اونجا وایسم. و به من میگه برو بیرون توی خیابون، میگه وایسا که پیاده رو. میگه یه نفر میاد با مزوزا. یعنی چه میتریم این نفر با مزوزا میاد اینجا؟ نمیفهمه. میگه مماش لوهی ونتی، از کجا قراره یه نفر بیادش با مزوزا؟ میگه من ندیدم که به روایی تو را به کسی زنگ بزنه، با کسی حرف بزنه، تلفن بزنه. میگه کسی قرار نیستش که با این مزوزا بیاره. میگه ما فقط با این یهودی با از یمن حرف زدیم. میگه نمیفهمم. میگه و میگه مگمش میگه میگه مگه میگه میگه مقصد مزوزا که بایستی قبلش حاضرش بکنی، بعد میگه آمادهش بکنی. میگه مقصد 5 تاشو. میگه از کجا مزوزا بیادش؟ میگه یه ولی گفتش، منم گفتم پیش خودم حتما میدونه. میگه چند دقیقه میگذره، میگه از یکی از این از ساختمونا یه ابرخ میاد بیرون، یعنی یه نفر که تازه ازدواج کرده بهش میگن ابرخ، کلا نمیخونه اینا، یه جوون. و میگه پنجره ماشین رو کشون تا این و اسمش رو صدا کرد. طرف گفت بنونی. بهش میگه مشنو میخوا. میگه حالا چطوره اینا؟ میگه به من بگو ببینم تو مزوزا داری به میکره 5 تا مزوزا داری حاضر؟ میگه این ابرخه میگه تماشا کردش به رو موکه حلوم، یعنی که شاک شده و با به حالا و ترس گرفتش و فکر میکرد که این خوابه و باور نمیکردش، نمیدونست بفهمه این خوابه یا اینکه واقعیته. میگه همطوری بدون جواب همطوری چند دقیقه وایساد. میگه و ما بهش پرسید، ازش خواست دو مرتبه، گفت پروردگار، میگه اگر خواهش میکنم 5 تا مزوزا داری به من 5 تا مزوزا بده. میگه طرف دست میکنه تو جیبش، 5 تا مزوزا در میاره. میگه موضوع چی بود؟ میگه این سفر بود و 5 تا مزوزا تو جیبش گذاشته بود همون موقع که بره اینا رو که تموم کرده بود بنویسه، تازه همون موقع تموم کرده بود که اینا رو بره یکی پیدا کنه که بهش بفروشه، که بفروشه اینا رو. میگه و نمیفهمه چطوری همون دقیقه
میبینه رابرجل اینو میشناخته از قبل، میگه توی شیواش تو کلش میخونه که کود حرب رابشو که چند وقت نایده بودش به خوب و دو بطمه رو ببینه و ازش پنش هم میخواد، میگه ولی فکر هم چیزی رو نکرده بوده، میگه اینا را در میاره، میگه میذاره ولی طول میکشه تا اینکه از شکش بیاد بیرون و میپرسه ازش میگه چند، و میگه هنوز تو شک بوده میسته بگه چند، میگه از تو جیبش رابرجل یه سری اسکناس در میاره، میگه ببین اینجا اسکناس ها هست از همه رنگای مختلفه، میگه هر چقدر هستش پولشو بردار، اینم پولشو برمیداره، بقیهش هم بازش پس میده و میگه و دیدش که رب ابرجل که منم راننده راندش، دیدش که منم تو شاک هستم، میگه و این داستان رو مثلا گذاشت زیر چی میگن، گفتش که من یه میشتفهمش، این یه موقعی تو کلن ما میخوندش، میگه ولی اینجا تموم نشد داستان، میگه هنوز من تو شاک هستم از این داستان اولی از این موضوع، میگه یه وقته به من میگه برو تو این پیتزا شاپه و اونجا یه نفر هست میبینیش که داره پیتزا میفروشه اینا، منش شو علامت میده بهش اشاره میکنه، میگه برو به اون بگو بیاد، و میگه این طرف کلا نداشته، یه دم اسبی داشته پشتش بزرگ، و میگه بهش بگو بیاد، میره صداش میکنه، میگه عرب ابرجل اینجاست میخواد با حرف بزنه، میاد توی بیرون اینا صداش میکنه باخوره رو با بلورید که دولار، یعنی با اینا بدون کیپا، و میاد پلی ماشین و بهش میگه رف، میگه منش محالت چطوره، نو میگه کی میخوای تو بری یشیوا، تو یشیوای خوب، میگه منم، میگه اون موقع من شوک شدم، میگه همینطوری یه نفر رو از پیزاشا میگه بیا، میگه خاطفتی شوک، میگه چطور میاد همینطوری به این باخور خیلونی یعنی مذهبی نیست بهش میگه، و بهش جواب میده، میگه کن حرب، میگه مخشواش، میگه درست میگی، میگه من مدتایی هستش این زمان اخرونا که فکر میکنم که دیگه وقتش رسیده که برم یشیوا دنبال یشیوای خوب بگردم، میگه و بعد از این به یه رفیق دیگه هم اونجا بوده، یکی دیگه اونجا کار میکرد تو همون پیتزا شاپه، بیا هر دوتاشون میگه بیاین، میگه شما میدونید که این راوه یه راوی هستش، چون میگه ایرا پلونی اینجا توی اشتود یشیوا باز کرده برای بخوریم سیرین، برای بخورای جوون که میخوان میتخزک بشن، برین اونجا و اسنویسی بکنید، اونا میگن کن که بود هرم همین کارا میکنین کاخان اسه، میگه ما قول میدیم که روزی یک شنبه این کارا بکنیم، یک شنبه که بیادش اینا بیل گودر میرون اونجا شروع میکنیم، و میگه دت واز اند اف استوری، میگه بعد از این دوتا داستانا رسیدیم به یونه خونه اون طرف، میگه هیچ از اونجا خبر نداشت که وات هپند، این عبدالله زار از کجا آوردش، میگه فقط آواز دی اونلی وان دت نیو دی سیکرت بیهیند و هاو دی مزوزو کیم هاو وات هپند، میگه یعنی از میگه لات اف استوریز فرام هیم، که همین شبیه به این که اینو یه مرتبه کارایی میکردش که اینو باز همش پیور روی خکودش. پس نابی داریم؟ علاوه شانوم هی پسته و هی سانز آر اینو هستن، اسم یکیشون هست خیدا، اسم یکیشون هست یوز اسرائیل، هم میدونم که یکیشون شیور میذاره از ارس هکودش اینجا با بخارایی ها وقتی کم ترجمه میکنه براشون شروع میده هر یک شنبه سنتینگیس. But anyway, but he was different. He was different. I don't know if we have his level. There are for sure صدیقی مثلا که براخا میدن میگن everything will be okay. Everything will be okay. He was روح حکودش. ما نبوا داریم روح حکودش داریم. It's not the same. But yeah, روح حکودش, a very high level of روح حکودش. And many stories like this. And he said, by the way, he میگفته راجو ربی لوویچ که نشامای ربی لوویچ که از اون نشامایی هستش که از زمان تنائیمه پسرش تعریف میکنه، پسرشو میارن نه هم اینجا نه تو سر سال ربی که بود گیمل تموز پسرش میاد صحبت بکنه، میارنش توی یه خواده هاست یه جایی دید آره ابرجل مراکوی هست، مکوبال بوده پدر بزرگشان، این هم تو مراکو مکوبال بودن. اسم یشیواهاش هست رب پانیم، خیلی معروفه تو اسرائیل، کلل و یشیوا اینا رب پانیم رو اسم بنیشخای رب پانیم، رب پانیم، آره رب پانیم اسم کتاب بنیشخای هم هست، اینو تو نابی نوشته راجب بن یاهو بن یهویادا مکبتل رب پانیم بن ایشخایل
پاسوکی که اینا همش تایتلای بنایاهو بنیوداست و همه این پاسوکا رو بن ایشخای اسم کتاباشو گذاشته رو اون. چرا؟ چون که موقعی که زیارت میکنی تو ارس اسرائیل سره که بره بنایاهو بنیویادا اونجا ای خودی میکنه، حکافت میکنه اینا، اند هی یه مرتبه خخمایی به خصوصی میگیره، بهش میفهمه که این نشاماش به نشاماش بسله و اسم کتاباشو بن ایشخای از اونجا اومده، از میذاره کتاباشو رو همش رو یه کتاب دیگه داره بنایاهو، یه کتاب دیگه داره بنیویادا، همه اسمای اینو میذاره بنیش خیل، بنیش خیل رفت پالیم مکبتسر، اینم کتاب دیگه مکبتسر که تازه پیداش کردن و خودش تعریف میکنه که یه نفر میاد تاری رب بابا سلی و بهش میگه میخواد یه شیوا باز بکنه به اسم بنیش خیل، بعد بن بابا سلی بهش میگه don't do it، میگه این کار نکن، بعد میگه چرا؟ میگه چون که بنیش خیل خیلی مکبید میشه رود اگر لشم شما این نباشه کارت، میگه you have to be 100% لشم شما این not he is not going to be happy که اسمشو گذاشتی روش، و به طرف میگه don't do it، میگه من اونجا بودم اینو شنیدم and I decided I'm going to do it and he did it، میگه و he had a dream، بنیش خیل میاد بهش میگه تیزکل میسفود thank you so much که این کارو کردی، خیلی ممنونه اینا، ازش تشکر میکنه، بعد میگه ولی how about my father، توی خوابش میگه، میگه پدر من الیاهو اون منو توی دنیا آورد، صبح روز بودم میشه داشته تفیلا میخونده اینا، میگه چیکار کنم حالا برای پدرش، میبینه میگه لایبرری رو اسمشو میذاره ادرت الیاهو، یه قسمتی داشته کتاب خونه کتاب های زیاده، میگه اسم اونجا رو میذاره ادرت الیاهو به اسم پدرش، و خیلی وقتا میگه میگه بنیش خیل اینطوری گفت، این داستاناش خیلی وقتا با بنیش خیل تو دوبید بنیش خیل آسو هی وازه بری فن بیگ فن آف بنیش خیل و بزاد هشم بز خوتا میگن علی و الکل اسرائیل آمین و یه راتون که هم اسرائیل تشیوا بکنن و گئولا بیادش از و دیوان eventually this whole situation has to bring the geula، اینا همه قبول دارن، یعنی که this is a wake up call for سی ام اسرائیل که بیدارشن که بخوان ماشیخ بیادش، که بگن گئولا بیادش، هشم گئولای کامل بیاره، یعنی که یه ذره اینجا یه ذره اونجا، نه we have to have a full geula، if you don't have full geula we're going to be the same, you know, always going to be the same problems. بابا من کتاب دانیال که خوندم، دانیال عربی راجبه موقع وقتی ماشیخ میاد توضیح میده.